فامیلای شما یه جورای عجیب غریبن، بد جنسن، خوش اومدناشون هم عجیب غریبه. واسه همینه ما طالب هم آشنا نشدیم. من طنازم، نامزد همایون، زنش البته. بله، وصفتون شنیدم. از کی؟ لابد از اقبال خان. شاله که حرفاشونو خیلی باور نکردین دیگه. در جریان این که موم شوهرن و مدلشونه دیگه کلن. نه حالا این مهم نیستش که من وصف شما رو از کی شنیدم. باور کنید انقدری که الان شما اومدید اینجا با اخلاق رفتارهای خانواده من خیلی فرق میکنه. شما چه جوری اینجا رو پیدا کردین؟ قصهش طولانیه. من میگم از این قسمتش بپریم بریم سر اصل ماجرا. بهتر نیست؟ خیلی خوب. فقط وسط کوچه که نمیشه. بفرمایید خونه اهل خونه هستن. فکر نمیکنم خیلی دلتون بخواد اهل خونتون حرفای منو بشنون. لااقل الان. خیلی خوب. بریم یه جای دیگه. بفهم. عجب شیدای این بشر. الو سلام. فراد چطوری؟ نه بابا امیر کیانم. جا گذاشته موبایلش. آره بابا آره. ببین دارم رانندگی میکنم. اگه کاری نداری به زنگ بزنم بعدن. قربونت خداحافظ. ببخشید من زیاد وقت ندارم، میشه بگیم با من چی کار داشتین؟ قرار نیست من خیلی وقتتون رو بگیرم، برای آدم های اطرافتون رو بهتون بشناسونم. بعد قرار شما به من معرفیشون بکنین؟ اصلا دلم نمیخواست، ولی خب روزگاره دیگه. یه وقتایی گفتن حرفایی که باید نزدیک های آدم به آدم بگن میفته گردن آدم های بی ربط این وزیر. دارین کم کم نگرانم کنین. درباره این بلاهایی که این اواخر سرتون اومده شنیدم. فکر نکنم چیزی که بخوام بهتون بگم به گرد پای چیزی که کشیدین برسه. خب بفرمایین. انتظار داشتم وکیلتون بهتون بگه، ولی انگار اونم تو ضرب عذاب در اومد. فامیلتون ملکه اما فرزند خونده ایم، درسته؟ بله درسته. بهتون نگفتن که هیچ ارثی از پدرتون بهتون نمیرسه؟ یعنی در واقع به طور کلی اصلا به فرزند خونده ارثی نمیرسه. چی؟ اگه سمیر به من و همایون نمیگفت ما هم هیچ وقت نمیفهمیدیم.
من متوجه نمیشم، نمیفهمم. حق دارین، حق دارین، من بهتون حق میدم. لااقل من یکی به شما حق میدم. ببین همشون میدونستن، از اون دایی اقبال گرفته تا شاگرد آویزونش. فقط نمیدونم چرا از مامان جاله قایمش کرده بودن. منم گفتم نذارم علکی به امید بی خودی بشینی، بیام همه چی رو بهت بگم، چون وضعیت خواهرتو میدونم. مامانم چی؟ بهم گفته بودن باهوشی. فکر کردی چرا بعد این همه سال مادرت یهو موقع اومد که تو فرزند واقعیش نیستی؟ چون دایی اقبال تحت فشارش گذاشته؟ چون دایی اقبال خیرخواهه؟ نه، چون دایی اقبال از همون اولم میدونست که این ارث میرسه به ماهور و همایون. مامانت هم دستش درد نکنه، نمیخواست مال هارون بره سر سفره بچهش، اومد بعد 26 سال همه چی رو گذاشت کف دستت. ولی من انقدر خوشم میاد از اینجور آدمایی که همچین عزا وجدان گلوشونو میگیره میخواد خفشون کنه، باعث میشن یه پول درشی از آسمون بیاد تو کاسه ما. اینم بهت بگم، اقبال خان گفت و پشیمون شد، زد روغن و ریخ رو زمین، دید ای داد بیداد، مگه میشه جمعش کرد؟ اره او رو همه میفهمن که. حالا دیگه چرا گفت و بعدش پشیمونی گریبانشو گرفت، الله و اعلم. اینجا قضیه رو دیگه خودت کشفش کن. ماهور چی؟ ماهور که میدونست، همایونم بعدش فهمید. بورا خانم هم یه چند روزی ازش مهلت خواست، شوهر احمق و دل رحم و ساده منم که میشناسی. راستی چی شد یه ماهور رو پرسیدی؟ آها، همونه. پس بگو چرا تو و همایون با هم کتک کاری کردی؟ باری کرد. الو جانم عزیزم. نه نگران نباش، ماما یکم ناخوش احوال بود، آوردمش دکتر. باشه باشه. نه خوابم هنوز. باشه دیگه قربونت برم. باشه همایون. مستم سلام. آقا همایون پاشو 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 داداشی پاشو پاشو برو برو میخوام چند دقیقه بخوام. چه تو مگه گوله خوردی لنگ زورا؟ نه فوتبال داشت، فوتبال دادم طول کشید، بذار 10 دقیقه دیگه بخوام. نمیذارم، املت خوشمزه درست کردم. پاشو برو گم شو، برو تو همین املت بلدی بفرست. بی ادا. مامان املت درست کرده؟ چی؟ کلجوش شدید؟ کلجوش چیه؟ مامان کجاست؟ صبح با دوستش قرار داشت رفت. الان دایی برامون صبحونه درست کرده. مور برشی اینجوری بیدار نمیکنی؟ ترسیدم الان تبخال میزنم. مگه خواب دیدی؟ چقدر لوسی تو. بچه ها چایی یخ کرد، بیاین دیگه. بیا صدا میکن بود. بیا همایون. همایون ببینم دایی، بالاخره کار خودتو کردی ها؟ دیشب رفتی پلو را چغلی. آره خدا خیلی بهت رحم کرد، اگه جاله اون کلجوشو تو یخچال میدی بی برو برگشت شستش خبردار میشد که از کجا آب میخور. آخه دلش نیمده من کلجوش نخورم. آره بابا قصر در رفتم، چه در رفتنی. از زمان اون آهنگ گل میرویت به باخت تا الان هیچ اینجوری قصر در نرفتم. حالا فهمید با کی دعوت شده به این حالی؟ آره با بنده خدا چیزی هم نگو. پسر تو واقعا مشنگی ها، من 5 سالته بچه یارو میزنی میری پشت سر خوش قایم میشی؟ والا ما دیشب اومدیم اینجا از خانواده خودمون چیزی ندیدیم، گفتیم بریم سمت قوم عشقی ها. بعدم آره دایی جون شما راست میگه، من بچه گر خبت و خطایی میکردم فقط زنم هورا بود میگفتش که حدش سرت. بله راست میگی، هورا شدنم نصیب هر کسی نمیشه. الو سلام، حال شما خوبین؟ نه من خبر ندارم ازش. باشه باشه چشم، خواهش میکنم، سلامت باشه، خدا حافظ. چی شده دایی؟ امیر کیهان بود از
دادگستری زنگ میزد. قرار بود امروز با علیرضا برن پیش قاضی بابت کار بیرون آوردن میترا. علیرضا نرفته. این چرا به تو زنگ میزنه؟ یا این پسر این پول پله را کجا میاره؟ جون دایی داره برای پولای من نقشه میکشه. این خط این نشون. آخرش هم میخواد یه کاری بکنه، کار ما به شکایت و شکایت کشی بکشه. انقدر شلوغش نکن. خب من همیشه دارم مهربون برخورد میکنم، اینا نمیذارن. فهمیده. از یه جایی فهمیده. ماهور، ماهور کجا میری؟ اون روی سگ منو میاره بالا. ماهور. یا خدا، ای بابا. علیرضا. سلام. سلام پسرم. رنگ برود نمونده. از دولتی سر خانواده ملک. سوپ گوجه ای رو که خیلی دوست داشتی برات بار بزنم. خیلی ممنون، من نمیام تو. ناخواسته بودم، نمیخواستم اذیت شی. چرا خودت بهم نگفتی؟ چرا علیکی امید بهم دادی؟ میخواستم بگم مثل همه 26 سال که همه چی بهم گفتی؟ نمیدونستم مادرت ملیحه بوده. نمیدونستی منو به دنیا نیاوردی؟ یا یادت رفت به من بگی؟ واقعیت رو میخوای بدونی؟ آره، یادم رفته بود. یادم رفته بود خودم تو رو به دنیا نیاوردم. ای کاش تو همینجاشو به ام میگفتی. حداقل این کلکی که بابا بهت زده رو با هم دیگه حل میکردیم. من دیگه برام فرقی نمیکنه. واقعا فرقی نمیکنه از کجا اومدم، چه جوری اومدم. من قشنگ دارم تموم میشم. نمیخواستم هیچی رو ازت پنهان کنم علیرضا. دیگه من هیچی رو ازت خواهیم نمی کنم. خیلی حیف شد، بازم یادت رفت. ببینم تو این مدت که یادت رفت به من یه سری چیزا رو بگی، با کیا حرف زدی؟ چی؟ آه، بازم یادت رفت. این چند وقته یه سری چیزا یادت میره، بعد یادآوری کرد. یا بهتر بگم برای یه سری یادت میمونه، برای یه سری یادت نمیمونه. به خاطر خودت بوده، باور کن. باور میکنم، چرا باور نکنم؟ اصلا به خاطر خودم بوده که به ماهور گفتی، به دایش گفتی، به اون همایون بیشعور گفتی. خدا میدونه به کیا گفتی، فقط این وسط به من نگفتی، چون که به خاطر خودم بوده. من به جون خودت میخواستم امروز بیام بهت بگم. چه جالب، چه تصادف جالبی. اتفاقا منم همین امروز میخواستم ارثیه ای از شیر مادر حلالتر رو بفروشم، بلکه بتونم اون دختر از زندان نجات بدم. همین امروز میخواستم با اون زن و بچه هاش برادر خواهرام میگم که از اینجا قرار بود به آسمون برسونم، برم زیر پاشونو خالی کنم. ولی میدونی چیه؟ من بلد نیستم این کارو رو بکنم.
تو یادم ندادی چجوری امید دیگران رو ناامید کنه. من به درک این همه روز مقاومت کردم، این همه روز به خودم گفتم میخوای بری بهزادو که از پدری ردش کردی ارثشو بگیری، فقط و فقط به خاطر اون دختر که داره بال بال میزنه تو اون زندان. با خودم کلنجار رفتم که خودم راضی کنم یه جوری این پولو برسونم، غرور خودم بشکنم که بچهشو تو زندان به دنیا نیاره. راستشو به هم بگو هورا خانم، راستشو به هم بگو. اون روزی که داشتی در مورد این ارثی یه بابات که حلالت صحبت میکردی، فکر میکردی من به این حال روز بیفتم؟ منو نگاه کن، اثر تو ببین، ببین دیگه. کاش مرگ خودم رو میدیدم ولی تو رو به این حال نمیدیدم. چی پیش خودت فکر کردی که همه عالم آدم امیدوار کردی؟ به نظرت از دونستن حقیقت راحت تره؟ نکنه فکر کردی همایون آدم منصفیه، چقدر با خودش حال کرده که یه چیزی رو میدونست و من نمیدونم، چقدر به قیافه من خندیده بعد از اینکه شما منو اسکل کردین. نوش جونش، هیچ کس نمیخواست تو صدمه ببینی، همین میخواستن تو از زبون خودم بشنوی. چرا نگفتی؟ خب اولش که هیچ جوری اجازه ندادی من حرف بزنم، بعدش هم که اون بچه افتاد تو حبس. میدونستی دلم نمیخواد، ولی دارم فکر میکنم بهش حتی بعد از اینکه اون بچه افتاد تو حبس. دنبال یه پولی میگشتم بذارم جای ارثیه، میخواستم وقتی متوجه میشی که ارثی به تعلق نمیگیره قصه نخوری. میدونستم از نظر احساسی لطمه میخوری، ولی گفتم لاغل دیگه از نظر مالی صدمه نبینی. عقلم به این میگفت بهت بگم، ولی دلم با هم را نمی دیگه. باورت نمی کنم هورا خانم، دیگه باورت نمی کنم. کم کم داشتم میبخشیدمت، فقط یه ذره مونده بود، یه ذره مونده بود تا ته دودلیام ترسام بیچارگیامو بذارم کنار بیام پیشت، بیام سرم بذارم رو زانوت یه دل سیر بخوابم. ولی تو چه کردی با من؟ مادرم ازم گرفتی، مادرم. ماهور کجا داری میری؟ با تو هم ماهور. به تو چه؟ مگه اون موقعی که زدی زیر قولت همه چی رفتی به علیرضا گفتی با من مشورت کردی که الان ازم میپرسی کجا میری؟ من اینه خرس گرفته بودم خوابیده بودم، تو اومدی بیدارم کردی. و چی میدونی چه زرتی قاطی میکنی؟ میدونم، به دلم افتاده. ماهور داری اعصابمو خرد میکنی، همه چیو بذارم کف دست مامانا. برو هر غلطی دلت میخواد بکن، دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم. ماهور اینجوری میری زبونم لال تصادف میکنی، سویشو بده من. برو اونور. باشه هر جا میخوای بری خودم میبرم، دیگه سویشو بده. همایون میخوام تنها باشم. ماهور من آدم درستی نیستم، قبول. اما به جون تو من نگفتم. یه روده راست تو شکم تو هست که حرفتو باشه. هر چی تو میگی من دروغگو، من بعد هر چی تو میگی. اما خدا شاید من همیشه با تو رو راست بودم. نبودم؟ پس کی بهش گفته؟ نمیدونم، اصلا نمیدونم داستان چیه، فقط دارم بهت میگم از جانب من نبوده. اما فکر کنم بدونم کاری کی بوده. سویشو بده خودم میرسونم. آروم باش.
بریم تو مادر. خدا شرمندت. نه بابا این حرفا چیه، دشمن شرمنده. بریم یکم دراز بکش، من برات یه سوپ بار بذارم. خیلی خستم، میخوام بخوابم. آره آره بریم بریم بخواب. سلام، چطوری؟ چطوری؟ خوبی؟ بشی برونت. چی شد؟ تونستی پیداش کنی؟ خستم کرده جون امیر، به خدا رفتارش اینه بچه ها میمونه. بچه چیه؟ این انسان های قارنشین رفتار میکنه، هر دفعه میزنه به سرش بیخبر بلند میشه میره یه جا گم و گور میشه. ما هم باید بیافتیم دوره دنبال آقا بگردیم. بهش سخت نگی، ببین اون چیزی که میدونم و اگر جایی که نباید فهمیده باشه این دفعه جمع جور کردنش کار ازت فیله. چی هست حالا این چیزی که اگه بشنوه اینقدر درد سر درست میکنه؟ نمیدونی؟ چیو؟ نه میگم یعنی هورا خانوم ماهور کسی بهت نگفته؟ چیو؟ بابا داستان ارث باباشو. آها اونه که بابا من پیر شدم تو این مدت ها راضیش کردم بالاخره قبولش کرد. کاش زیاد اصرار نمیکردی. چرا؟ داشت بابت خواهرش نابود میشد. اصلا امیر این ملک و املاک خاک بخوره که چی بشه؟ نمیدونم داستانش مفصله، من امروز انقدر هرس خوردم خیلی گرسنمه. یه چیز سفارش بده بیارم بعد داستان مفصل برات تعریف میکنم. خب فقط ببین قبلش بهم بگو اوضاع چقدر وخیمه. خیلی دمت گرم، خیالم راحت شد. داداش لقه اون میدان رو برای ما میاری؟ تو نمیای؟ نه بیا خودت پارک کن، من عجله دارم میخوام برم. بشین ببر ماشینو، بلولی اومدی چند تنت نیست همم. بعدی چه شد آبجی جون؟ آروم شدی؟ خب بذار برم ببینم چه خبره، انشالله که به قول تو اشتباه میکنم. انشالله. ای کاش به من میگفتی، من یواش یواش یه جوری حالیش میکردم. کاش دست کم از خود خورا خانوم میفرمی. می چطوری میتونی مطمئن شیم قضیه چیه؟ نمیدونم، خورا خانوم جواب تلفنشو نمیده. این گوشی موبایلش رو به من بده، حداقل به بهونه موبایله برم سراغش. اصلا ممکنه رفته باشه خونه ملیه خانم.
کجاست؟ یا حداقل ملیه خانم میدونه کجاست. شیطونه میگه بزنم زیر کاسه کوزه همه چیا، هرچی مواد اولیه و دستگاه مسکاس چوب حراج بزنم بفروشم بره پولش کنم، بعد دقیقا گله از کار این پسر باز کنم. یعنی یه سال دوندگی پر. دلت خوشه ها امی جون، پینه بس این پای وامونده از بس به خاطر تاییدیه و مجوز توی اداره ها من دویدم. ببین اون سودی رو که حساب کرده بودم سر سال قرار بهمون برسه، یک پنجم عددی نمیشه که رفته رو قیمت ماشین علیرضا. ماشین علیرضا رو چند فروختین؟ 200 تومن. الان با 200 تومن گلگیرش هم بهت نمیدن. بله. جالبیش میدونی کجاست؟ این که این یارو سدونگیه نادر دلاله. آره آفرین دلاله. همینا رو به ما میگفت، ما میخندیدیم مسخرهش میکردیم، میگفتیم تاروپود این آدمو با نخ دلالی بسته. حالا اینا رو به علیرضا هم نگفتی؟ نگفتی. خب دلت خوشا چی رو برم بهش بگم؟ تمام دل خوشیش اینه که این کاره بگیره را بیفته، خواهر برادرش عذاب و گل در بیاره. بذار زنگ به اورا خانوم بزنم ببینم جواب میده یا نه. سلام امیر. خدا شکر. آره فهمیده. نمیدونم که بهش گفته. نه کار همایون نمیتونه باشه. باشه حتما خبری بود بهم خبر بدی. پس درسته که از چاخان که الان خوشش میاد، ولی واسه من یکی زیر رو نمیکشه. نه خودش اذیت نکن، کار همایون نیست. هرشم چه توفیر میکنه کی باشه، تیره از کمون در رفت دیگه. حالش خیلی بد بود نه؟ اینجوری حرف نزده خودتون میدونیم یک سر دیگه میشه. من میگم اصلا به این دوتایی بزنیم به دشت دامن بی خیال همه دنیاشی. یعنی تو هم مثل من احساس میکنی متهم ردیف اولی دلیل دشت و دمن میخواد. آها معلومه دشت و دمن بری اقیانوس نوردی کنی باز این ترس ولت نمیکنه، همینجوری یقت و صرف چسبیده. من یکی از اون بهش میدون ندی آدم از داد شیر خام خورده است، از یه سوراخ هزار بار گزیده میشه. ولی تو خوف نکن، اگه ازت پرسید بگو من قسمت دادم بهش نگی. نمیتونم بهش دروغ بگم. دروغ نیست، اگه میخواستی بگی قسمت میدادم نگی. چشاش یه جوریه که نمیشه.
داره چشاش تنگ شده. سرم خوشبالش که شما رو دارم. ماهور ممنونم که هوا شدنی. ممنونم دخترم. این چه ریخت و قیافه یا برای خود درست کردی؟ ریخت و قیافه منو ولش کن. یه درباره ریخت و قیافه تو اختلاط کن. ریخت و قیافه من چه شنه پسندیدی؟ چرا اتفاقا پسندیدم؟ فقط یه ذره برای درمونگا رفتن سر صبح زیادی مجلسی نیست؟ تکلیف منو روشن کن همایون. الان غیرتی شدی یا چی؟ هیچ. مثل آدم حرف بزن. خب ببینم چی شده، چی میخوای بگی؟ علیرضا ماجره ارث باباشو فهمیده. خب نباید میفهمیده. چرا باید میفهمیدم؟ از زبون تو نه، از زبون آدمه. سر موقعش به موقعش به وقتش. آره خب به تو باشه که اصلا انگار نه انگار که یه زن عقدی داری همینجور واسه خود چند وقته که بابای بدبختش هم استرس داره. من میخوام با تو برم سر خونه زندگی. چته؟ دیوونه شدی؟ آره دیوونه شدم. دیوونه شدم. از دست همتون دیوونه شدم. از دست تو دیوونه شدم. با همین عقل ناقص هم میدونستم کار توه. اما هزار بار به خودم گفتم نه کار تناز نیست، نه کار تناز نیست. اما مطمئن بودم کار توه. برای خودم کردم؟ نه برای خودت نکردی، اما نباید این کارو میکردی. من برگشته بودم بهت گفته بودم نکن این کارو. اصلا میدونی چیه؟ من دیگه سر تو با کسی سرشاخ نمیشم. بابا خسته شدم انقدر همه برگشتن گفتن تنوس فلان تنوس مامان. من یه ماله گرفتم دستم دو ماله تو راه افتادم. هی دارم کارو تو لاپوچونی میکنم. اوه کجا یه دقیقه وایسا با هم بریم گازشو گرفتی تو هم. اه تهشو بگو همایون. لبخندم تحویل من نده. تکلیف منو روشن کن. باز دوباره کی پرت کرد اومدی سر جون من ها؟ خب جون منو از من بگیری اول جوابی. چی از جون من میخوای؟ ماشینت هم که معلومه کار خواهر جونته. ای کاش یه جا از مرام و معرفت ماهور تو داشتی. پس قضیه چیز دیگه است. نه قضیه هیچ چیز دیگه ای نیست. قضیه دقیقا همینایی که برگشتم بهت گفتم. هی من گفتم هی تو گوش ندی. هی من گفتم هی تو گوش ندی. همینه. هنوز نه به باره نه به داره. هنوز نه پولی در کاره. شلوار دوتا شده. چی میگی؟ خیال کردی من بیست صاحبم؟ اون موقعی که تو جیبت هیچی نبود عاشق دلخسته من بودی. الان یه همه چی عوض شد. کارم و حرفام برات فانی هانیمانی بود. چی شد؟ مسخره کردی منو؟ میدونی چیه؟ اصلا هر چی که تو میگی درسته. آره من خسته شدم. دیگه نمیتونم. همینه که هست. چی؟ همینی که هست؟ آره همینه که هست. منو دیگه نمیخواد؟ دیگه نمیشونی. قبول باشه. قبول باشه. خیلی متشکرم. چقدر زود بیدار شدی پس؟ دیگه بستم بودی. کافی. آها شما تلفن من ندیدین؟ اتاقو درست گشتی؟ آره نبود. چند وقتی حواسم نیست وسایلم گم میکنم. کار خودمه. چش و چار مادر رو بهتر کار میکنم. نه نه حالا باشه بعدم میگرد. بشه. همین الانش 26 سال از پیدا کردن وسایلت عقب. حالا اشکال نداره از این به بعد با هم میگه. راست میگی. از کجا میدونستی من کوسه کنجبین دوست دارم؟ خداییش نمیدونستم. همینجوری گفتم برات بگیرم. برای آرامشت خوبه. بخور مادر نوشی جان.
من میبخشیم؟ با دلخور نیستم که ببخشم. آخه این پول جور نشد. تقصیر تو نیستش که مادر من. شاید بعد خیلی زودتر میرفتم میپرسیدم اصلا این ارثی به من تعلق میگیره یا نه. تو یه سر داری هزار تا سودا، از کجا میخواستی بفهمی؟ نمیدونم، شاید انقدر رفتم دنبال مقصر بگردم از همه چی غافل شد. پیداش کردی؟ نه، دستشون از دنیا کوتاست، نمیتونم برم حساب ازشون پس بگیرم. میگذری؟ آره، اگه نگذرم نمیتونم ادامه بدم. تو چی؟ میگذری؟ من بگذرم نمیتونم ادامه بدم. حقم داری، نمیخوام نمیتونم مجبورت بکنم. پس خواهش میکنم به خاطر میترا قصه نخور. من امروز فردا هر جور شده پول جور میکنم. از وقتی تو رو دارم قصه دارم، نه که نداشته باشم، ولی یه جورایی ته دلم قرصه، انگار دست و پامو از پوست گردو در آوردن. تا قبل از تو نه قلب داشتم نه مغز، همین جوری هی از گرده خودم کار میکشیدم تا این مغز واموندم ساکت باشه، از فکر و خیال نمیره. اما الان پیش خودم میگم اگه بمیرم دستم از قبر بیرون نمیمونه، تو هستی بالا سر مهرام و مشکا. تا خدا نکنی این حرف رو چی میزن. بچه هان؟ نه مادر، زوده حالا، حتما همسایه است، تخم مرغ نمکی چیزی میخواد. بذار من برم. سلام. سلام. منزل خانم ملیه مددی؟ بفرمایید. اصلاحی دادگاه بردم، شما کیش هستین؟ من پسرشون هستم. لطف میکنی اسم و فامیل امضا؟ بله. ممنون، بفرمایید. چطوری دومات فراری؟ این چیه؟ این همونی که ازش میترسی. چیکار چی پس نمیگیره؟ نمیدونم، حتما تا حالا دست هورا خانمم رسیده دیگه. خودت چطوری؟ تو میدونستی؟ من از کجا میدونستم؟ دایی جو غلط نکنم سر این بچه به یه جایی خورده، اونم محکم. بله بد جوری هم صدا داده انگار. تو نمیدونی؟ نمیدونم ولی خیلی دلم میخواد بدونم. هیچ نگران نباش، الان جال خانم تشریف میارن، تحتوی همه چی رو در میارن، مورو از ماست میکشن، از صدر سر ایشون ما میفهمیم دنیا دست کیه. ببینم از این رفتار موش خبری نشو. حالا رفته بس نشسته خونه ملیه خانم، گوشیشم خاموشه. والله حق با اون، خیلی مرده، هر کی جای اون بود کافر رو به هم میریخ، چهار تا مش میزد رو میز، چهار تا لیوانم میشکن، بالاخره یه جوری دقیقه دلیشو خالی میکن. دایی شما طرف منی یا اون؟ معلومه طرف اونم. دایی جون خودتو بزر جای اون. اگه طرفت یه چیز مهم ازت قایم کرده بود بهت نگفته بود، تو روش نگاه میکردی؟ نه نگاه میکردی؟ وای کلم شده اندازه دیگ. حقت آبجی جون، من چقدر به شما گفتم کاغذ دیواری میخوای عوض کنی، نقاشی میخوای عوض کنی، کابینت میخوای عوض کنی، همه رو بذار قبل از اساس کشی. کیه که گوش کنه؟ چه میدونستم داداش، گفتم خرجو کم کنم. من که میدونستم. منم میدونستم. مادر من الکی خودتو خسته میکنی، قربونت برم، یه خونه برات میخرم طلا، هر چقدر تو این چند سال به فامیلا پوز ندادی با اون خونه پوز بدی. الکی سلام همایون خان. سلام علیکم جاله جونه، کجا دوست داری برات خونه بگیرم قربونت برم؟ زیرخاکی پیدا کردی؟ نه مال و اموال زیرخاکی رو پیدا کردم. خجالت بکش جلوی دایی، این چه طرز حرف زدنه؟ اه نه جون جاله، بابا دایی که خودمونه، قربونت برم. میگم که داداش جون بی بریم با هم دیگه بیرون قدم بزنیم، اینقدر هوا خوبه. چرا قربونت برم، هوا اینجا هم که خیلی خوبه.
چیزی شده این داداش؟ شاید خواهرت یه مشکلی داره، دلش گرفته، میخواد دو کلمه با هات درد دل کنه. پسر چرا چیزی شده با نامزدت بحثت شده؟ اه همایون بیشور چی میگه؟ اون دختره جادوگر بازم یه کاری دست این داده، مثل روز روشنه، اصلا ردخور نداره. حال روزشو نگاه کن، تو رو نگاه کن. جادوگر چیه دایی جون؟ قربونت برم، دیگه تموم شد، هر چی بین ما بود تموم شد، طلاق. جون ماهو راست میگی؟ ببین من نگاه کن، به خدا اگه راست گفته باشه کل محل آش رشته میدم. برو تو کارش، خیال تخت. داداش این چی داره میگه؟ میخواد منو دق بده؟ ما تو فامیلمون طلاق و طلاق کشی نداشتیم. چیه؟ تا امروز میخواستی از شرش راحت چی؟ الان ما میخواییم طلاق بدیم، رفتی سراغ رسم و رسومای فامیلا. چقدر ساده ای؟ این از اون مادر فولادزاده جدا میشه، سر کارت گذاشته آبجی؟ نه دایی جون، این سری جدیه، خیلی هم جدیه، همه چی تموم شد، طلاق. جون دایی راست بگی؟ خیلی خوب، اگه اینجوری باشه که یه مژدگونی خوب پلو من داری. باریکلا داداش، عوض این جوره دیوونه بازیه این وایسی بیشتر تشویقش میکنی؟ چرا تشویقش نکنه؟ این آدم یه کار درست و اصولی تو زندگیش کرده باشه همینه. آفرین بهت داداش عزیزم، قربونت برم، افتخارمی. نوکرتم. واسه اینکه طلاق و طلاق کشی را بندازی بعد از رو جنازه من رد بشی. وای خدا، خودمو سپردم به تو از دست این آبجی. اونم کی؟ حالا که هورا خانم داره میفته تو دهن فامیل چه کاریه؟ آها، پس اینو بگو. یعنی پول عمو خوبه فقط زنش بده؟ کی پولای اون بهزادو خواست؟ من. بس فکر کردی چطوری میخوام برات یه جای خفن تو تهران خونه بخرم؟ لازم نکرده، پولای اون به خودش وفا نکرده، نفرین من و بابات پشت سرشه، به تو هم وفا نمی کنه. وفا میکنه مادر من، وفا میکنه، غمت نباش. برای همین زدی اون بچه رو شل و پلش کردی؟ نه اون قضیهش فرق داشت، ولی بگذاریم بعدن. ای بابا سرسام گرفتم، دیوونم کردیم، ول کنین دیگه. این حرف آخرمه، من هر چقدر از هورا و بهزاد بدم بیاد، ولی ارث بهزاد مال علیرضاست. عالم و آدم به اون بچه دروغ گفتن، هر برای دلشون خواست سر اون بچه آوردن، حالا ما هم یه لگد بزنیم بندازیمش ته چا؟ وجدانمون کجا رفته؟ نگران نباش مادر من، چهار سبای دیگه فامیل خودمون میشه، پولو برمیگرده تو کاسش. همسایه‌هات محرمن؟ یه فقط خودت میخوای حرفامو بشنوی؟ به دلم نشست و رفت، دل به من نبست و رفت، عاشق شدم ولی قلبمو شکست و رفت. زندگی بدون تو منو دست کم گرفت، هوا هر جا ابری شد واسه تو دلم گرفت. من ماندم و شهری که بی او هوا ندارد، من ماندم و دردی که جز او دوا ندارد. دلم گرفته به خاطر او، خبر ندارد. دلم گرفته، خدا کند باز باران ببارد، باران ببارد. هوای تو همه زندگیم روی هواست، دل به تو سپردم و تو ما
منو دلت نخواست، من هنوزم عاشقم، جای خالی شاهده که قرار زندگی روی خوش نشون بده. من ماندم و شهری که بی او هوا نداره، من ماندم و دردی که جز او دوا نداره. دلم گرفته به خاطر او خبر نداره، دلم گرفته خدا کند باز باران بباره، باران بباره.